سرخط مهمترین های شنبه. آرامش چند روزه کابل دوباره شکست. حمله انتحاری در مکرویان سوم شماره کشته و زخمی بر جای گذاشت. بو کیلا بتی دولت از روز مر کشتن یک دفعه به متون برد و مر نجات بتی عزیز بدبختی. دورنمای گنگ روابط کابل با اسلام آباد. موقف رئیس جمهور بسیار تند و معاونش هم خواستار قطع روابط با پاکستان است. فساد در معارف افغانستان، از مکتب‌های خیالی تا آموزگاران خارج از شرایط. آنانی که قدرت سیاسی بیشتر دارند، در گزینش آموزگاران دست بالاتر دارند. 55% معلمین موجود در سکتور معارف واجد شرایط معلمی نیستند. پیشانی باز پاکستان برای ادامه میزبانی از پناهجویان افغانستان. مدرک های پناهجویان افغانستان تا 2 سال دیگر تمدید خواهد شد. تفاهم نامه 3 جانبه را ما امضا میکنیم که مبتنی بر او تفاهم نامه بازو کارتا تا 31 دسامبر 2017 تمدید میشه. و شکست گفتگوهای نخست وزیر ترکیه برای تشکیل دولت ائتلافی. تا 2 ماه آینده انتخابات دیگر برگزار میشود. به نام خدا، سلام بر شما و مهمترین ها از یک در نخستین روز این هفته خوش آمدید. من رؤوف اجمل هستم. حدود 1.5 ساعت پیش یک حمله انتحاری در جاده میان مکرویان 3 و 4 در شهر کابل رخ داد. هدف این حمله یک کاروان نیروهای خارجی گفته شده است. بعد تازگی یک منبع امنیتی که خواست نامش گرفته نشود به تلویزیون یک گفته است که در این رویداد کم از کم 20 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. حمله نیرومند در ساحه مکرورایان سوم، نقطه مزدحمی که در اطراف آن همه نهادهای ملکی و بلاک‌های رهایشی قرار دارند. بو کیلا بتی دولت از روز مر کشتن یک دفعه به متون برد و مر نجات بتی عزیز بدبختی. بلاک شاگردای منیفم به چه قسم خانه رفتم؟ ما خودم مریض بچی حال بودم به خانه میرم. ولی از خدای لا بتین مر یا بکشین یا ایلا بتین مره. گفته می شود هدف انتحار کننده موتر نیروهای خارجی بوده است، اما بیشتر قربانیان این رویداد ظاهرا غیر نظامیان هستند. خدا خیرتان نتا این انگلیس خدا خیرتان نتا خدا. موتر بجامانده از دانش آموزان یکی از مراکز آموزشی خصوصی. روشن نیست چه بلای بر سر سرنشینان آن آمده است. جاده مکرورایان سوم در این وقت روز بسیار مزدحم است. ساختمان های نزدیک به ساحه رویداد این گونه ریخته و شکسته شدند. اطراف جاده دکان های زیاد وجود دارند و این ساحه به دلیل وجود بلاک های رهایشی بیشترین نفوس را در خود جا داده است. همکارم بشیر خاصانی هنوز هم در محل این رویداد است. بشیر، ما تا هنوز هم نمیفهمیم که چه تعداد افراد ملکی در این رویداد دقیقاً کشته شده. یافته های تازه خود چیست؟ سپاس. امور رقمی که شما نمیدونید ما هم در امتشون در بحل مداد تحصیل ما رو بخشی تلفات رو نمیدونید، اما منابعی گفتن که مجموعی تلفات که بیشترشون افراد ملکی هستن دست کم با 20 نفر میرسن که 8 نفر کشته و 13 نفر هم زخمی هست، اما هنوز آمار دقیق نیست و به احتمال زیاد که این رقم تلفات دقیق خواهد کرد. همونطور همین که در خبر آمد انتحارکننده اهالی ساعت 4:30 دقیقه امروز یک کاروان از نیروهای خارجی را در منطقه مکرویان 4 در فاصل کلینیک که شانزدهم آباد قرار داده. ظاهرا اینهی کاروان نیروهای خارجی مربوط به کشور بریتانیا بود. در محل رویداد نیروهای بریتانیا هم به چشم میخورد. قاسانی، از آمار دقیق تلفات ملکی خو شما هم نمیدانین و تا هنوز هم گزارش رسمی از طرف نهادهای امنیتی نشر نشده، اما در مورد نیروهای خارجی چه تازه هایی را یافتی که آیا تلفات داشته نیروهای خارجی در این حمله؟ امور رقم که تلفات افراد ملکی معلوم نیست، امور رقم تلفات نیروهای خارجی هم معلوم نیست. در محل رویداد هم نیروهای بریتانیایی دیدن میشن هم نیروهای امریکایی، اما دقیق معلوم نیست که بریتانیایی یا امریکایی. ظاهرا گفتن که
و انتقال کننده هم کنار آماش قرار دادن سوار در یک موتر بودن و شاهدان عینی هم در محل رویداد گفتند که دو انفجار صورت گرفت. اول موتر انفجار داده بعدا کلام انتقال کننده. سپاسگزارم به شهمن قاسانی همکارم از محل رویداد در مورد آخرین جزئیات تلفات حمله انتحاری امروز برای ما گزارش میداد. ادامه خبرها. اتحادیه اروپا کمک‌هایش را به اداره توزیع شناسنامه‌های برقی به حالت تعلیق درآورد. سفیر اتحادیه اروپا در کابل به تلویزیون یک میگوید تا زمانی که این روند آغاز نشود، کمک‌های اتحادیه اروپا به اداره توزیع شناسنامه‌های برقی همچنان در حالت تعلیق قرار خواهد داشت. در همین حال ریاست جمهوری میگوید حکومت به توزیع شناسنامه‌های برقی به عنوان یک برنامه مهم و ملی متحد است و در این رابطه بر بنیاد فیصله و اجماع کابینه تصمیم گرفته خواهد شد. سجاد محمدی گزارش می‌دهد. نتیجه آغاز نشدن روند آزمایشی توزیع شناسنامه‌های برقی تعلیق کمک‌های اتحادیه اروپا به اداره توزیع شناسنامه‌های برقی. سفیر اتحادیه اروپا در کابل به تلویزیون یک میگوید به دلیل روشن نبودن موقف حکومت افغانستان درباره آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی، اتحادیه اروپا کمک‌هایش را به اداره توزیع شناسنامه‌های برقی به حالت تعلیق درآورده است. هرچند او تاکید میکند با آغاز شدن این روند کمک های اتحادیه اروپا هم اثر گرفته خواهد شد. تا زمانی که موقف حکومت افغانستان روشن شود ما کمک های خود را به این روند به حال تعلیق درآورده ایم، اما ما به حمایت از این روند متحد هستیم و امیدواریم که حکومت روند توزیع شناسنامه‌های برقی را آغاز کند. ما امیدوار هستیم که این روند به همین زودی ها آغاز شود، زیرا این یک روند ملی و بسیار مهم است. اما موقف حکومت افغانستان درباره چگونگی آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی، روند توزیع آزمایشی شناسنامه‌های برقی بر بنیاد فیصله و اجماع کابینه به زودی آغاز خواهد شد. ما به توزیع تذکره‌های الکترونیکی به حیث یک روند مهم و ملی متحد باقی می‌مانیم. این موضوع را در جلسه کابینه روش بحث صورت می‌گیرد و به اساس اجماعی که در کابینه وجود می داشته باشه و تصامیمی که گرفته میشه با زودترین فرصت روند توزیع تذکره های الکترونیکی را به شکل آزمایشی آغاز میکنه. آغاز نشدن روند توزیع شناسنامه های برقی پرسش های بیشمار را به میان آورده است. باورها بر این هستند که هیچ گونه مانع قانونی و تکنیکی برای آغاز این روند وجود ندارد. امیدوار هستم که این تذکره الکترونیکی بهانه سیاسی برای سیاستمدارای افغانستان نباشه تا از رسیدن به حقایق بسیار خوب و مشمول اجتماعی محروم شویم. تذکره الکترونیک دو سال است که تصویب شده، هیچ مانع قانونی، هیچ مانع تکنیکی سر رایزی وجود ندارد. و اگر این تذکره توزیع میشد ما قسمت عمده از مشکلات ما را حداقل در شهرهای بزرگ افغانستان حل میکرد. قرار بود کابینه در نشست پنجشنبه یکی از روزهای این هفته را برای آغاز مرحله آزمایشی توزیع شناسنامه‌های برقی مشخص سازد، اما در نشست کابینه حتی بحث هم در این زمینه صورت نگرفته است. شناسنامه های برقی یکی از موارد مهم در عین حال جنجالی در سالهای اخیر بوده است. در حال که قانون ثبت و احوال نفوذ پس از کشف قوس های فراوان از سوی پارلمان تصویب شد و رئیس جمهور هم آن را توشیح کرد، اما ظاهرا هنوز هم جنجال های سیاسی سبب شده تا حتی روند توزیع شناسنامه های برقی در مرحله آزمایشی هم آغاز نشود. سجاد محمدی، تلویزیون یک، کابل. روند استخدام آموزگاران در وزارت معارف با فساد گسترده آلوده است. کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری دریافت که 55% آموزگاران در سراسر افغانستان واجد شرایط آموزگاری نیستند. بر بنیاد این یافته ها تقریبا هر کسی که سهمی از قدرت سیاسی دارد به نحوی در گزینش آموزگاران نقش دارد. قیام نوری با جزئیات بیشتر. شاید خیلی نهادهای کمی در افغانستان باشد که آلوده به فساد نباشد. کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری این بار از فساد گسترده در روند تقرر آموزگاران در کشور پرده برداشته. یافته های این کمیته در ولایت های کابل، ننگرهار، هرات، بلخ و لغمان می رساند که 10% آموزگاران افغانستان زیر صنف 12 هم هستند. 46% آموزگاران زیر صنف 14 هستند. 33% آموزگاران مدرک صنف 14 هم دارند. 11% مدرک لیسانس و 0.2% مدرک مستری دارند. پولی بسیار زیاد هم در این سکتور آمد، اما عملا ما میبینیم که 55% معلمین موجود در سکتور معارف واجد شرایط معلمی نیستند. هرات در مقایسه با ولایت‌های دیگر بیشترین فساد را در روند گماشتن آموزگاران دارد.
همین گونه در ولایت های ناامن میزان فساد در روند استخدام آموزگاران بیشتر است. این طبق افراد اشخاص در فساد معارف دست دارند. موارد را که ما مشاهده کردیم، والی ها، رئیس های معارف در ولایات، مدیرای معارف، حتی منابع بشری، مدیرای منابع بشری، اعضای شورای ولایتی و شورای ملی وکلا، اینا همشون در پروسه، حتی به شکل هست مواردی هست که تقریبا سمیه بندی است، هر کس سمیه خود داره که چی تعداد معلمه باید امسال مقرر بکنه. اینها تایید میکند که آموزگاران مجازی و مکتب‌های مجازی در افغانستان یک واقعیت است، اما آمار آن هنوز روشن نیست. تلاش کردیم دیدگاه وزارت معارف را در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. بر بنیاد آمار رسمی افغانستان، هماکنون بیشتر از 9 میلیون دانش آموز و بیشتر از 200 هزار معلم وجود دارد. روابط کابل و اسلام آباد به کجا خواهد کشید؟ این پرسشی است که با بیشتر شدن تنش‌ها میان دو طرف ایجاد شده است و اظهارات ضد پاکستانی مقام‌های ارشد حکومت نیز دریافت پاسخش را دشوار ساخته است. برخی‌ها از جمله معاون اول رئیس جمهور خواهان قطع روابط با پاکستانند و ادعی هم بر کاهش این رابط تاکید دارند. با این حال فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که رئیس جمهور غنی به علت فشارهای سیاسی در برابر پاکستان موقف تند گرفته است. روابط کابل و اسلام آباد همواره پر از فراز و نشیب بوده است. روابطی که پس از سالها رو به بهبودی گذاشته بود و دو طرف به گونه کم پیشینه نزدیک شده بودند. این رویدادها اما روابط دو کشور را بار دیگر تیره ساخت. اسلام آباد متهم است که با حمایت از طالبان در نهایت عامل اصلی خونریزی ها در افغانستان است. جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور حتی خواهان قطع روابط با پاکستان شده است. تازه هم یک جنرال آیسایی که نبرد 15 ولایت را رهبری می کرد از سوی نیروهای تحت امر آقای دوستم کشته شده است. جب ما هوایی نمیگه به پاکستان پاکستان کل تا میبامیم ابو جرال آیسایش 15 ولایت کلامش بود. او خانم رقم سرکوب شد، مرد. جو حاکم در افغانستان به شدت در مخالفت با پاکستان قرار دارد. از مردم تا بازرگانان و سیاستگزاران و حتی مقام‌های دولتی، پیشتر وارد کنندگان دارو هشدار دادند که داروهای پاکستانی را تحریم میکنند. نه تنها این که در مجلس سنا حتی برخی ها خواهان قطع مطلق روابط با پاکستان هستند. پاکستان یگانه کشور مداخله‌گر در امور افغانستان است و تمام تباهی و حالاتی که امروز ما در افغانستان داریم از جانب پاکستان است. بنابراین تقاضای ما از این قدر بیشتر است. ما می‌خواهیم که قطع روابط دیپلماسی و قطع روابط تجارتی با پاکستان داشته باشیم تا باشه که یک مقدار فشار مستقیم بالای کارخانه ها و کارخانه های تولیدی و اقتصاد پاکستان وارد شود. با این حال فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که کابل روابطش را با اسلام آباد دوباره ترمیم خواهد کرد. عقب‌گردهای در روابط میان دو کشور به میان آمده است که علت آن رویدادهایی است که اخیراً اتفاق افتاد که نیاز است درباره آنها بحث شود، ولی اتحادیه اروپا تلاش کرده است که این دو کشور را به سوی مسیر مشترکشان تشویق کند و آنان را قناعت بدهد که به همکاری هایشان ادامه بدهند. حکومت تازه برای نمایش حسن نیتش در برابر اسلام آباد گام های برداشت که خط قرمز حکومت پیشین بود. یعنی نظامیان پاکستانی سه بار در افغانستان عملیات انجام دادند و حتی فرصت بازپرسی از زندانیان امنیت ملی را نیز یافتند. در بدل همکاریشان با کابل تنها در حد حرف ماند. حال که سرپرست وزارت دفاع ملی گفته است که پاکستان در یک جنگ اعلام شده با افغانستان قرار گرفته است. پاکستان افغانستان دوستی. شگفتی برانگیز این که هنوز سفارت های دو کشور باز هستند و شاید راه حل دیپلماسی جستجو می شود. کمیسیون های انتخاباتی در آینده در برابر تخلف های انتخاباتی پاسخگو خواهند بود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید بیشتر نهادهای مدنی و مردم خواستار اصلاحاتی در نظام انتخاباتی کشور شدند که کمیسیون های انتخاباتی را مکلف و پاسخگویی در برابر تخلف های انتخاباتی سازد. رئیس این کمیسیون میگوید 90% مردم افغانستان خواهان آوردن اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی کشور شدند. بشیر احمد خاصانی با جزئیات بیشتر. رایزنی های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی درباره چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور ادامه دارد. اعضای این کمیسیون در دیدار با هیئت اداری و اعضای مجلس سنا تاکید کردند مشوره هایی که با نهادهای مدنی و مردم در افزون کشور انجام دادند
دست کم 90% مردم خواهان آوردن اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی کشور هستند. همه به یک آواز می گفتند که اصلاحات در سیستم انتخاباتی افغانستان ضروری هست و نباید بدون اصلاحات انتخابات آینده برگزار شود. بخاطر اینکه اول مردم اعتماد خود از دست داده حضور پیدا نمی کنند در رای دهی و دوم اینکه بعدا نتیجه انتخابات هم باز قابل پذیرش برای اکثریت مردم نخواهد بود. در همین حال بیشتر نهادهای مدنی و جریانهای سیاسی تاکید کردند که کمیسیونهای انتخاباتی در آینده باید در برابر تقلبهای انتخاباتی پاسخگو باشند. در قانون انتخابات افغانستان یا هر قانون دیگری که ممکن است کمیسیونهای انتخاباتی باید پاسخگو شوند، چرا اینها هم انسانها هستند، اینها هم شهروندان و اتباع افغانستان هستند. وقتی که رئیس جمهور پاسخگو است باید کمیسیونهای انتخاباتی هم به نحوی از آنها به مرجع یا مراجعی پاسخگو شوند. کسایی که تثبیت بودند شده بود جرم و خطا و تقلب و تخطیشان، اینا محاکمه می شدند در دور اول انتخابات، در دور دوم انتخابات، اینا دیگه تمام جرأت برای تکرار اعمال خود در دوره بعدی نمی داشت. دست کم یک ماه از کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در کشور می گذرد. این کمیسیون باید تا دو ماه دیگر پیشنهادهای اصلاحیش را برای تایید در اختیار رهبران حکومت وحدت ملی قرار دهد. تنش‌های سیاسی میان کابل و اسلام آباد نمیتواند ادامه حضور پناهجویان افغانستان در پاکستان را با خطر روبرو کند. اسلام آباد اطمینان میدهد که بدون در نظر گرفتن شرایط پیش آمده همانند گذشته از این پس هم با صلح و دوستی از پناهجویان افغانستان میزبانی خواهد کرد. همزمان وزیر امور مهاجران کشور میگوید اسلام آباد آماده است که مدرک‌های پناهجویان افغانستان را تا سال 2017 میلادی تمدید کند. جزئیات بیشتر در گزارش از زکریای حسنی. گویا تنش ایجاد شده میان کابل و اسلام آباد را نه تنها پایانی نیست، بل هر روز در حال افزایش نیز است. تنشی که ممکن در گام نخست یکی از قربانیان اصلی آن پناهجویان کشور در پاکستان باشد. گمانی که اگرچه این روزها قوت گرفته، اما اسلام آباد میگوید این تنش ها زاده افکار عمومی در افغانستان است و اسلام آباد همانند گذشته از پناهجویان افغانستان با صلح و دوستی به پذیراییش ادامه خواهد داد. ما همانند آتش نشان ها عمل خواهیم کرد و نمیگذاریم وضعیت موجود تأثیری بد روی پناهجویان افغانستان در پاکستان بگذارد. ما اطمینان می دهیم که همانند گذشته پناهجویان افغانستان در فضای صلح و آرامش در پاکستان و زندگیشان ادامه دهند و حکومت پاکستان برای پناهجویان افغانستان هیچ دشواری ایجاد نخواهد کرد. همزمان با این در روزهای پسین در نشست سه جانبه میان کابل، اسلام آباد و سازمان ملل متحد، کابل و اسلام آباد ظاهرا روی تمدید مدرک‌های پناهجویان تا سال 2017 توافق کردند. اما برای ادامه حضور پناهجویانی که مدرک ندارند هنوز کار جریان دارد. ما فعلا بین هم توافق کردیم. خود طبعا یک مقدار زمان ما فعلا داریم تا 31 دسامبر و یک چارچوبی حقوقی ضرورت داره این تمدید، که برای او چارچوبی حقوقی ما از امروز کار میکنیم قبل از اینکه سال 2015 خاتمه پیدا بکنه. ما یک اجلاس سه جانبه دیگه خود داشتیم که تفاهم نامه سه جانبه را ما امضا میکنیم که مبتنی بر او تفاهم نامه بازو کارتا تا 31 دسامبر 2017 تمدید میشه. در درازای 13 سال پسین با اینکه شمار زیادی از شهروندان کشور از پاکستان بازگشتند، اما با آن هم اینک بیش از 2 میلیون شهروند کشور در پاکستان پناهندند که از این میان 1.6 میلیون آن ثبت شدند. ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل دوباره به دست نیروهای امنیتی کشور افتاد. عبدالجبار حقبین سرپرست این ولایت میگوید در جریان عملیاتی که روز گذشته برای بازپسگیری ولسوالی کوهستانات را اندازی شده بود، بیش از 10 روستا از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده و صبح امروز نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی وارد مرکز این ولسوالی شدند. و میگوید که در نتیجه این عملیات 5 طالب کشته شده و 9 تن دیگر آنان زخم برداشتند. به گفته حقبین عملیات برای پاکسازی روستاهای باقی مانده از وجود مخالفان مسلح جریان دارد. سرپرست ولایت سرپل می‌افزاید که در جریان این درگیری 3 نیروی امنیتی نیز زخمی شدند. گفته می‌شود طالبانی که به هدف انتقال زخمی‌هایشان دیروز یک امبولانس و 3 تن از کارکنان بیمارستان ولسوالی کوهستانات را با خود برده بودند، امروز 3 تن از کارکنان بیمارستان را رها کردند، اما ظاهراً امبولانس هنوز هم در اختیارشان قرار دارد. خوشبختانه خیزش های مردمی و پلیس های محلی ما داخل ولسوالی شدن و ولسوالی را تصرف کردن
و نیروهای امنیتی ما در قریجات اطراف ولسوالی بعضی نقاطی که انوز مشکوک به نظر میخرد در تصفیه و تلاشی قرار دارن و همچنان پلان بعدی ما ای است که ما باید تنگی علفصفی را بروی ترافیک باز کنیم تا که رفت آمد مردم در ولسوالی شروع شدن. هدف ما تنها گرفتن ولسوالی نیست و باز کردن راه هم است که باید این راه را باز کنیم. و این ترتیب می‌رسیم به پایان مهمترین ها از یک. ممنون که با ما هستید. خدا نگهدار.